سرنوشت خودمونه. یه وقت یه جایی بخوایم اشتباه کنیم. یعنی دختر شما رو؟ بله 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 بله. میگفتی بیا بخور، بیا میخورمت. چی رو بخور؟ چی شده بود اصلا؟ چه؟ ترین کنسرت، کنسرت. چی؟ کنسرت میره. کنسرت. یه کوسه گرفتم 500 کیلو آقا. سلام بر دلنگیزیون یوتیوب دانستانی روز. آقا واسه تون گلچینی از خنددارترین و مثبت 18ترین سوتیه صدا سیما رو جمع کردیم که کلی بخندین حالشو ببرید. فقط خواهشن سابسکرایب و اون زنگوله بغلش رو حتما بزنید تا عضو یوتیوب ما بشید و لایک رو هم فراموش نکنید. شیرموزمون حلالتون نمی کنیم اگه سابسکرایب و لایک رو نزنید. پس اگه کاری که گفتم و انجام دادید برید سراغ سوتی های صدا و سیما. خب سرنوشت خودمونه. یه وقت یه جایی بخواییم اشتباه کنیم ممکنه بلایی که سرمون خودمون مثلا بچه خودمون هم یه وقت دلیل خنده مشترک من رضا یک چیز بسیار عجیب بود در صحنه و کار کوچولوش بود. خیلی رضا ادامه بدی شما خانم، شما نخند، شما نخند ببرد. ولی به نظرم اینجا بچه قربانی شد. این احتمالا کار باباش بود، سری انداختن گردن بچه. اصلا قیافه بچه داره داد میزنه که کار من نبوده. بریم سراغ ویدیو دوم. یه کوسه گرفتم 500 کیلو. کنتور نداره که همینجوری بگو بره. 500 کیلو جان. مجری چی گفت؟ آقا بزن وی آر. هر سلام بزن وی آر ببینم این چی گفت. 500 کیلو. 500 کیلو. بزن بره، بزن سری بره. اصلا طبیعیه، طبیعت. یعنی چی طبیعیه؟ من شما رو من الان مگه خودتون پرسیدم؟ به به، یادش بخیر. برنامه 90 و علی دایی. چند تا خط دیگه هم بود که مثلا شما ببخشید در بیاریم من باهات جان. چی فرمودن آقای دایی؟ آقای فردوسی پور چرا میخند؟ ما ببخشین در بیاریم من باهات تو، ببخشین در بیاریم من باهات تو، ببخشین در بیاریم من باهات تو. بریم سراغ ویدیو بعدی. بازی آقای شریفی داماد شماست؟ بله استاد. این هر چی بگی دیگه درسته دیگه، چون داماد شماست. هست هست من میگم. خیلی خب، این داماد شما بوده. یعنی دختر شما رو؟ بله 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 بله. عادل باز چرا میخند؟ بابا به جزئیات چیکار داری آخه عادل جون؟ آبرو طرفو بردی. خب بریم سراغ برنامه های کودک. بابا برنامه کودک صدا و سیما رو میگم، نه برنامه کودک ایکس تی وی. جان برنامه کودک خودمونه؟ آخه این کچلی که شبیه اون، آها این اون نیست. اه این مسعود روشن خودمونه که اوکی اوکی. بزن بزن بره، بزن بره که آب ریزیه. حالا کی اینجا نشسته که به من بگه کاراشو انجام میده؟ تو خب اسمت چیه؟ فرنود. این کجا سلام بزرگ شده؟ فکر کنم دیگه الان 17-18 سالش باید باشه. کس خبر نداره ازش؟ فرنود جان اگه اینجا یه کامنت بذار ببینیم بعد این برنامه چه بلایی سرت اومده. فرنود جان چه کاری رو خودت انجام میدی؟ مثلا میرم دستشویی، خودم چوشولم رو میشورم، چوشولم رو میشورم. بچه یه چوب صداقتشو میخورده. شما اسمت چیه؟ علی. تو بلدی سوره قرآن یا شعر بخونی؟ نه. علی خسته است، حال نداره. نه. شما اسمت چیه؟ کلم. چی؟ کلم. کریم؟ کلیمه دیگه. چقدر میپرسه این مجریه؟ بهترین کنسرت. چی؟ کنسرت. آقا موقع برنامه زنده به چیزای دیگه فکر نکنید، وگرنه آبروتون به این شکل میره و دیگه هم نمیشه جمعش کرد. بابا این برنامه کودک ها واسه بچه ها بیشتر بدآموزی داره که. بزن یه چیز دیگه. بیننده های ما همشون پاکن. بزن اصلا اخبار ببینی. نکته ای که هست خیلی ها چون شب جمعه بوده و جمعه بوده بیدار بودن. جان چی؟ سریال های تلویزیون یا برنامه تلویزیون نگاه میکردن. آها سریال ها رو میگه. بله بله درستم میگه. میکردن نگاه برنامه های تلویزیون رو. شب جمعه اصلا به خاطر همین برنامه های تلویزیون معروفه دیگه. بله بنده میدونم بابا. گفتگو من با رئیس مرکز مدیریت بیماری های واگیر وزارت بهداشت هست آقای گویا. آقای گوزا آخه خوبه. حالا اسم شیری نبود وگرنه حیاتی جان یه چیزی میگفت که دیگه اصلا کلا باید شبکه رو تعطیل میکردن. آقای عابدی سلام به شما. خوبه؟
آره داداش خوبه، عالی. خب متاسفانه ایشون هنوز آماده نبودن. چه دروغ میگی بابا، آماده بود که، فکر کنم از تیپش خوشش نیومده. بله. خبرگزاری رویترز خبر داد بورس آمریکا در خطر ورشکستگی قرار دارد. اوه این معلوم اعصاب مصاب نداره. دارد. به گزارش این خبرگزاری آه دیدی گفتم، راست میگه دیگه، گردنش درد گرفت بنده خدا. با کاسته شدن از ارزش سهام بورس وال استریت جورنال البته عزیزم اون وال استریت نیست، وال استریته. شاموزان ماسکش و در جان چی گفت؟ فوش داد در سالن و دستکش داشت، دانش آموزان ماسک و دستکش داشته باشن. آه اوکی بابا، خبرم نخواستیم، بزن شبکه نسیم ببینیم اونجا داره چی میگه. بابا حساب نذاشتم بعد. خب بخوای با هم دیگه عکس ببینیم، عکسی که ملاحظه میکنیم عکس بزرگ بشه. ممنون. بله کاملا معرف حضور هست این تصویر، و اینو که من دیدم یاد این جمله افتادم، اینایی که میگن بار اولمه. چی گفت؟ ارسلا مطمئنی الان شبکه نسیم خودمونه؟ نخواستیم آقا، اینم نخواستیم، بزن شبکه ورزش. آقا این خوبه، دارن راجع به فوتبال صحبت میکنن. بازیکن حریف بره مقابل تماشاگران تیم مقابل، تماشاگرانی که حالا یکی جلو بودن دو یک افتادن عقب و بسیار هم ناراحت هستن، بیسته لباسشو پایین بیاره، عضوی از بدنشو نشونه تماشاگرای ما. ضربه و گل استثنایی میزنن، یه خوشحالی عجیب و غریب هم باید بکنه. بله شورتو در میاری یا ابوالفضل حاجی، مگه مجبوری با دیتیل همه چیزو توضیح بدی آخه؟ چرا؟ این مجریه باز اومد بازی یه چیزایی میگفتید که خیلی هم حاشیه در اومد توش، میگفتید بیا بخور، میام میخورمت. چی رو بخور؟ چی شده بود اصلا؟ چه اتفاقی افتاده بود؟ بابا چه سوالیه میپرسی آخه پسر خوب؟ من رو کردم به برحال یکی از عواملی که اونجا گفتم باید اینا رو بخورن، اصلا این بازی بخورن. اونم چه توضیحی میده برای خودش؟ آه یعنی اون جمله معروف که میگم مثلا بخورش، یعنی مثلا اصطلاح عامیانه. بابا چه اصراری هم داره این مجریه، طرف همه چیو بگه، ولکن معامله نیست، ولکنش به توضیحات طرف اتصالی کرد. به حال شهر دبی انتخاب شد برای بازی استقلال الکوفه، شهر شارجه هم انتخاب شد برای بازی تیم به حال تیم خوب خودروسازان. بیا از بس فکرش درگیر اینجور چیزاست که اسم تیمار رو یادش میره. داداش برو توبه کن، برو توبه کن، بعد بیا اجرا کن. ذهنت هم سمیه هم مسمومه. شبکه ورزش هم نخواستیم، بریم مثلا سراغ شبکه های استانی. آش نخورده و دهن سوخته یعنی چی؟ آش اگه سرد نشه گرم گرم بخوری به چه فایده؟ آقای آش فروش، ما داریم در مورد این ضرب المثل صحبت میکنیم. آش نخورده و دهن سوخته یعنی چی؟ آش نخورده دهن سوخت؟ آره. نه آش نخورده و دهن سوخته یعنی چی؟ آش داغه، هنوز گرمه، گذاشته دهنت دهنت میسوزه. دوربین برگرد. آولش کن بابا دیگه، چیکارش داری آخه؟ بند خدا گناه داره، پیله کردی به جان. دوره های مختلف. اوه یادش به خیر اینا، یه زمان این آزاد نامداری هر برنامه میرفت یه صندلی چیزی میشکست، یادش به خیر، زود گذشتا. بریم به سراغ پیامک های شما. وای اوه مای گاد، چی شد خانم مجری؟ نترس من اینجا، هیچی نیست، یه خورده ترسیدی. من خیلی عذرخواهی میکنم. گربه دقیقاً رو سقف برنامه ما داره راه میره. بریم سراغ ترانه بعدی. من بچه من واقعا گربه میترسم دست خودم. جان اگه گربه میترسی، من فکر کردم چی شده حالا. بابا یه خورده از خانم شاکری یاد بگیر که پستون میده به گربه ها. بعد یه خانم شاکری هست پستون میده به گربه ها. چیه؟ ببینم چیه. من یه فوش میگم، فوش یه چیزی بهش بگم. خیلی آدم نامردی الان دیده شما رو تو تلویزیون. خب ببخشید، خاموش کردین؟ خب دستتون درد. حالا کی بود؟ بابا چی کار داری کی بود آخه؟ دوست دخترش شاید به تو
دخترم بود. نه ببخشید. یعنی آدم از آفتابی شیرمز بخوره ولی اینطوری ضایع نشه. چرا انقدر پیگیرن این مجرای تلویزیون؟ علی نمیتونه انجام بده فکر. خیلی خوب. اینم یه دقیقه. بعدی برعکس آنیما. برعکس. میدونم معلومه آقا صدا خوب نیست. آنیما. من به شرکت بعدی برعکس. داداش برنامه زنده است نادر چیکار میکنین؟ پاشو بابا پاشو تلویزیون جای این کارا نیست. ما هم پاشیم بریم از دست اینا. اصلا نشد یک چیز خوب ما تو این تلویزیون ببینیم و بدآموزی نداشته باشه. بله دلنگز اگه از این ویدیو خوشتون اومد لایک و بزنید، سابسکرایب رو زنگوله رو هم بفشارید و کلیک کنید روش و یادتون نره این دو ویدیوی بعدی از یوتیوب دانستنی روز رو هم حتما ببینید و تا یه ویدیو دیگه هم مراقب خودتون باشید.